ببینین عزیزان من، مهمترین اصل بخشداری صدور بخشنامه است. اصلا بخشداری که بخشنامه صادر نکنه بخشداری نیست که عزیز من. شما باید به این صورت خب نظراتتون رو به مردم ابلاغ کنین. متوجه شدین؟ ها ای که ای علاوه گفتی یعنی چه؟ ای شیرورها جا عزیز من، یعنی اینکه دستور عمل، یعنی اینکه شما هر کاری رو میگین مردم انجام میدن. ها یعنی بخشداری؟ بخشداری نه، این یعنی این یعنی بخش بخشنامه شیرفرهاد جان، بخشنامه یعنی بخشداری، بخشنامه بده. احسن. این وقت دستورالعملی که و گفتی یعنی آه. یعنی همین دستورالعمل یا همون بخشنامه‌ای که شما گفتین، کاملا هم درست گفتی، اینه که شما بخشنامه میدین مردم عمل میکنن، اینه که شما دستور میدین مردم عمل میکنن. آه. 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 این خوبی آه. این خوبی یه بخشنامه از خود در بکن اینجا ونویز که همه اهالی براره باید بیان این باقلای ما رو بخرن. شیفراز بگوام که نفر یک کیسه بخرن تموم بشه ها. بنویس حداقل نفر یک کیسه. ها باقالی. ها باقالی. خیلی که نوش سالار خانم اومدیم و یکی حالا باقالی خوشش نیومد. ما چیکار بکنیم حالا اینجا؟ کی گفت تو وای تو اتاق ما؟ تو الان اینجا چه کار داری وسط جلسه؟ خودتون دستور دارین چای براتون ویارم، بفرمایید. خب الان چای ویاوردی؟ تمام و شد، بفرما بیرون. بفرما بیرون. بفرما بیرون. اندازه یه لوبیای چشم بلبلی میمانه، اظهار نظرم و کنه. خنده هم و کنه. البته، البته شیر فرهاد جان همچین بیراه نمیگه. ما باید کاری کنیم که اینجوری نمیشه که به بخشنامه رو به مردم بگیم تابلوه. ما باید یه کاری کنیم که مردم غیر مستقیم یه بخشنامه ای صادر کنیم که مردم غیر مستقیم بیان باقالی ها رو بخرن. آهی الان گرفتم این سلام سلام علیکم. جای سردار خجالت نوکشید. جان شیخ دیر بعد اینجوری نوشه. سالار جان خیلی ببخشید. هم حالم خوش نبود، هم خواب مونده بودم. ببخشید. توبیخت بکنم. دستور جلسه چی بود؟ شروع کنیم. ببینید امروز میخوام یه بازی جدید شروع کنیم. اسم این بازی که میخوایم شروع کنیم پانتومیم. ببینید ما به دو دسته تقسیم میشیم. یه دسته گروه یک میشن، یه دسته گروه دو. پانتومیم به این صورته که گروه یک یک شخصیتی رو انتخاب میکنه که همه میشناسن. خب بعد که این شخصیت رو انتخاب کرد، فقط با حرکات دست و صورت، هیچ گونه کلامی وجود نداره. این انجام میدن پانتومیم تا گروه مقابل بتونه تشخیص بده که اون شخصیت کیه. اگر ظرف 5 دقیقه تونست تشخیص بده که اون شخصیت کیه، برنده است. اگر نتونست، بازنده. متوجه شدین؟ نه. بابا خیلی راحت، اصلا بازی بسیار آسونی. من نمیدونم شما چرا متوجه نمیشین آخه. اصلا بگم شفور، این بازی به نظر من خیلی لوسپیدا. خیلی لوسپیدا. این صورت جلسه رو تحت بگون، همون اسم فامیل رو بازی بکنیم خیلی بهتره. بسار جا فدات بشم، قربون این خالت برم. این بازی تای خنده است. شما بزنه یه دست بازی کنیم، بعد اگر خوب نبود الان یارکشی میکنیم. ببینید عزیزان من یه توضیح مختصر دیگه بدم. ببین شخصیت مورد نظری که ما انتخاب کردیم به همتیمی شما یعنی شیرفرهاد عزیز میگیم، این برای شما اجرا میکنه، شما باید حدس بزنید. اگر تونستین حدس بزنین بردین، اگر نتونستین ما برنده. ها گرفتم الان. بزن. ها خیلی الان برای ما وعد افتیم شروع بکنیم. شروع بکنیم شیرفرهاد جان، شروع کن. میخوام جوری اجرا کنی که بیمانیدشون به هم آف و بابا سر یه شال گردن شرط برد. من حالا این هم وگوه الان قربونت برشم بابا، پانتومیم بیت حرف نبزن. اجازه بده شیرفرهاد شفور آدم سخت چی نبود، کسی باشه ما بشون آسی ما. نه خیالت راحت باشه، کاملا میشتسی، اصلا تابلوه. الان ای وگوه این زنه. ها جان نسار دیدی زنه. بله بله بلبل چیز توته بید. بابا چی میگه جان نسار؟ میگه زنه، یا بلبل توتیه. خب سردار خان شاید منظورش توتی ماده بید. حرف میزنه، چیزه گوینده رادیوه.
ببینم پشت سر هم حرف میزنه. ببینم ور میزنه پس. ای بابا اینا چقدر چلمنگ میدن. این خیلی ساده بید. ادامه بده. شلوغ نخون سالار خان. اجازه بده. بالا برره ای بید یا پایین برره ای بید. سبکو جان سرجو. اصلا شما حق سوال کردن نداری، فقط باید حدس بزنید. پیره؟ چیز ترسناکه؟ زن بابامه؟ ببین سالار خان، ببین شوکت خانم زن پدر من 80 سالشه، وارد این بازیاش نکن. اشتباه کردی سردار خان، شوکت خانم نبید. 2 دقیقه دیگه از این لحظه بیشتر وقت نداری. گفته بودم ترسناکه خیلی. زن زلیل بید. سردار خان. فهمیدم سردار خان بید. حرفای میزنی یا جان نسار، اون میگه زنه، بعد تو میگه سردار خانه. سوارکاره. زمان باقی مانده 1 دقیقه مانده بید. ببینم راه زن بید. ببین شیر فراد شاخ داره. آره ها، متوجه شدم، این قول داداش خودته. ها سردار خان، قول که مرد بید، وقوع زن بید. ها ای ای گوش بگیر. ها ای ای یه زن شاهدار و قول پیکر سوارکار. چار 3 2 1 وقت تمام شد. حالا صبر کن صبر کن شیر فراز. حالا این زن قول پیکر شاختار سوارکار کی بود؟ حالا چی وفاگو دیگه؟ حالا من وفاگو، حالا من وفاگو. سردار جا قربونت بشم، شاخ شمشاد بود. چی که شاخ شمشاد زن من به زن من سردار خان مسلط باشید. خجالت نمکشی، اینقدر تو باهات پررو شدی منو سوژه بازی تو نکردی. واقعا که من تو تیم ایور بودم، شما را اونا انتخاب کردم. اونا انتخاب کردم، اونا یه همچین غلطی بکردن. خب اونا که تکلیفشون روشن بید، اصلا نفهمن تو چرا باید ادای موهای منو در آوردی. من ادای شاخ شمشاد در آوردم. پس کی بود هی الکی اینجوری میکرد؟ کی بود ادا؟ من و خواستم شما و ترسی که بفهمی منظور شاخ شمشاد بیده، شما از کس دیگه و ترسی. خیلی بی ادبی شیر فرهاد، خیلی اصلا فکرشو نوه کردم. آدم به موهای زنش، به موهای زنش اینجوری توهین بکنه. تازه اینکه چیزی نوید، برای شاخم بگذار. من میخواستم که بفهمید که منظور شاخ شمشاده. تو چغلی من نوکن، من میدونم با تو چه وکن. تو خجالت نوکشی، شادونم قد من بید دیگه. تازه 5 گلیم از من چاختر بید، من اینقدر گنده میدم. هر کاری دلت بخواد وکن شما. حالا بذار برسیم خونه، من یک پوستی از شما وکنم، تاریخ برره ونویسم. من منظورم ای بود که شاخ یعنی شاخ شمشاد. گفتم این شاخ ای اینجوری کردم یعنی شمشادش، این گندگیش منظورم نبیده. سردار خان تو هم مقصر بیدی. نگاهی من بکن ببینم. نگاهی من بکن، سرت من دست پایین. تو خجالت نمکشی پایین پایین برنه یا بازی بکنی که اینجور منو مسخره بکنن. خانم شما هم که هر کسی هر کجایی هر کاری میکنه هی میدونی گردن حال بدبخت. یعنی معنی نداره که. حالا یه چیزی بوده تمام شده رفته، الان بوهای خودم به حد کافی ناراحتم. خیلی ببین شیر فرهاد، بوهای شما باید همینجا جلوی چشم همه ما بیاد. از بوهای من معذرت بخواید، وگرنه اشغولانه ما به همینجا به بنبست رسید، طلاق بگیرم تمام. وگرنه میگم بوهای منم الان خیلی لی ناراحت نوفه. حالا اینه مردم جا تو خالی بید که این اصلا اصلا قیافش رو ببینین. این شیرفرهاد هرچی با این حرکات اینجوری همجی شاخشم شد و اگه نفهمید که نفهمید. حالا آخریش بتانست حد بزنه؟ نشد. و چی بگو، این دو نفر انقدر چلمنگ و خنگ بیدن که اصلا هرچی شیرفرهاد راهنماییش وکر با اون کارا نفهمید. آخرم لجش وگرفت، حمله وکر طرف من. چی چی چی
کی جا جورت کرده که حمله کنه طرف داماد ما؟ آه ندایی تو بشین، ای بوام خودش حسابشه برسیده، آه جای من خالی. سالار جون من یه چیزی متوجه نشدم، ببخشید، شما خودشون و خانومشون رو مسخره کردین بعدم کتکشون زدین؟ ای بابا این گوش نبکنم، ببین اون حمله برکر، اون حمله برکر بعد همجی لجش برگره یه ها با این پایین چشش اینجوری محکم وزد اینجای مشت برد. ای بابا سردار خان اگه جنبه باخ نداری چرا بازی مکنی خب؟ چرا شوهر منو مشتشو درد و یاری ها؟ من باید ورم حق این سردار خانو وزرم کف دستر جیگه. آه دایی شما کوتا بیا حالا، من میگم بریم یه گلی شیرینی بگیریم بریم از دلشون در بیاریم، هنکانی پشت یه میز بشینی خوبیت نداره. بازینه خودش نو خود هر آشی بکرد، خب به تو چه ربطی و داره؟ حالا بوهای من یه دفعه حال اینا رو وی آورده سر جاش و رزاشو مزد خواهی بکنه. بابای شما زدن سردار رو ناکار کردن، یه بادمجون کاشتن پای چششون انقدر. خب کریانوش بازی اشکرک داشته بی سر شکستن نک داشته بی، خب به ما چه میخواست بازی نور کنه؟ چه عجب از این طرف ها، چی شده خانواده زن تو ول بکردی اومدی پدر پیرت سر وزنیشی درا؟ با گوش بگیر یه لحظه، بیا بیرون من با شما کار دارم خصوصی بیده. نفهمیدم واسه چی بیام بیرون توی سرما، اینجا همه آشنا بیدن خودی بیدن حرف بزن. خب این اوگوه اگه یک کلمه از این حرفایی که ایجا رد و بدل بشه توی برره گفته بشه یا تو روزنامه چاپ بشه این کله توکنم وزارم روی این میز برای تزیین. آره؟ پس من خودی نیستم. من خودی نیستم، من میرم. بشین سر جات بابا. گوش بگیرید سردار خان خیلی ناراحت شده، دارد دق و یاره، گفته که فردا تو او بخشداری یا جای منه یا جای ایسالار خان. خب برو به سردار خان وگو که اساس فردا بخشداری نباید استفا بده، من موافقت بکنم. فقط این نبود، گفت فردا توی میدان بز من با سالار و جنگم، هر کس زنده ماند او بخشدار بشه. ای خاک و جوج و خاک جنگ بکنه. اینا حرفای خودش نیست، ای شاخ شمشاد اینا رو وگوه. نه سادار خان چقدر بچه ننه بیده، هرچی بشت وره به این شاخ شمشاد وگوه. این بالا برای ریا از اول بی جنبه بیدن. شما ناراحت نباشید، من خودم میرم حقشون رو میذارم کف دستشون. نه قربونت بشم بابی جان، احتیاجی نبی تو وری، من خودم اگه کمرم درد نبگیره خودم برم هرچی جا بیارم. من نمیدونم چرا شما همه چی رو به جنگ و دعوا میکشونید، اصلا واسه سن و سال شما خوب نیست. با مردم فکر میکنن که دارن سر پست و مقام دعوا میکنن، نمیدونن دعوا سر چیز دیگه است. حالا تو چه کار و داری به خانواده ما؟ حالا این وزار تکلیفش یک سره بشه دیگه، همچین فرصتی پیش نمیاد. اصلا من عاشق اخلاقاتونم توی برره موندم، یعنی اینقدر شما دنبال فرصت ها هستین اون برای قضیه رو حساب بکنی. اگه سالار جون یوی کمرش درد بگیره ما جلو همه زایه میشیم و همه بهمون میخندن. چقدر تو منفی بافی و کنی، ای همش حرفای منفی خودش دار بکن. خب منفی باف، تو چی بخواهد جان خانواده ما؟ تو چرا نوری از ایجا؟ این مار چنبره زدی رو زندگی ما کچه نوا فهمه. بدبخت من به خاطر خودتون دارم میگم، اصلا هر غلطی دلتون میخواد بریم بکنیم. سبکون میگم شاید تو پیشنهاد بهتری داشته بیدی، آخه من الان کمرم یه درد برگرفت جان تو. من بکنم با تو حالا کار نداشته. چه مرگتون حالا با سر صبر افتاد اینجا من از آبرا بکنیم؟ کیه؟ این کیه پای چش تو؟ از من میپرسی؟ خب از ایشون سوال کن. اون کیه پای چش ای؟ من چه بدونم از من و پرسی؟ میگم سردار خون نکنه شاخشیم تو دو بکردی. من باید اون اجازه بده من خودم بگه، من از اول ماجرا تو قضیه بیدم. ای سالار خان تو بخشداری ادای شما رو در وای ادای این چشمای شما میگیم جوری وای میسته. خب بعد ادای شما رو در آورد، ایشون شوهر عمه بنده ناراحت شد به پشتی از شما در وای اومد، بعد ایشون هم ناراحت شد با مش وزد تو چش این شوهر عمه بنده. راست میگه پیر مرد جلف، ادای منو در میاری بزنم یا گوری حلومت بکنم؟ الان دروغ بگو به جون تو، به شاخ سیبیل دروغ بگو، مثلا چیزی دیگه این بیده. سلام علیکم شما ها اینجا این، من اومدم بخشداری دنبال تو. چیه تو هم جز دعوا بیدی؟ نه
نه من اومدم این مشکل رو حل بکنم. برای سن شماها دیگه بده، بلنشین بریم بیرون هم دیگه رو ببوسین، گذشته ها رو فراموش کنیم. من خواهش میکنم بلنش صبر کن. اینجا مگه تو هرول برگ چغندر بیز نخواهش تو مثلا بری حلش بکنی؟ خودش حل بکن، حل بکن. ببین کونا جان، من تصمیم گرفتم از سالار خان دیگه جدا بشم، یعنی دوتا از هم دیگه جدا بشم. ببخشید گفتید که جدا بشید؟ آره عزیز من، اصلا ما با هم تفاهم نداریم، ایشون هم دست بزن داره. چرا شما ایشون رو درک نمی کنی؟ نه قربونت باشم تو برو جان، این جنبه نداشته بید، ما نبتونیم ادامه بدیم، یک نفر باید برک کنار. اجازه بدیم به من ببینم، یعنی هیچ راه حلی نداره؟ یه خورده فکراتونو بکنیم. ببین کیانوش جان، اصلا راه حلی نداره، من اصلا میخوام از ایشون جدا بشم، هیچ با هم دیگه نمیتونیم کنار بیایم، از سر یه میز با هم بشیم. بسیار خوب، مثل اینکه دیگه چاره ای نیست، باید دوباره رای گیری کنیم. تو رجا اصلا اونا که حرفش نزن، همون دفعه اول که رای گیری کردیم بس افتاد پشت منم. من یک راه حل بهتری دارم. یک گلوله داخل این مونده، من چشمای خیشتن را میبندم و کوپه میکنم، هر که افتاد برد او یک دیگه بخش دارم. خیبا ها، خیلی فکر خوبی، من این پارچه رو ودارم، این نیج پوشش میشه بارو ببندم تا تکلیف اینجا مشخص بشه. اجازه بدین، اصلا من خشونت لازم نیست، من یک راه حل بهتری دارم. به نظر من یک سال ایشون بخشدار بشن، یک سال ایشون بخشدار بشن. ای بابا چی بگوی، یک سال خیلی زیاد بید، تو یک سال کی مرده بید کی زنده بید؟ ماهانش بکنید. اصلا امکان نداره سالار خان، امکان نداره، هفته گیش کنید، یه هفته ایشون یه هفته بنده. آقا جان من میگم که اصلا یک روز در میان بکنیم، یک روز شما باش، یک روز شما باش، که حوصله‌ش هم سر نره. دوباره تو از اون حرفا زدینا بابا، کار اجراییه، نمیشه که یه روز ایشون بیاد یه کاری انجام بده فردا ایشون بیاد بزنه کارا رو خراب کنه. حالا باز من یک راه حل دادم، اومد پیش لب چی کرد؟ آقا جان شما روزای زوج باش، روزای فرد هم سالار خان باشه. ببین تولا جان، من اصلا شنبه متنفرم، اصلا شنبه حال کار کردن ندارم قربونت برم، اصلا من نمیدونم. فکر کردی هم میتونی بی تو وخای از پنج شنبه تا یک شنبه تعطیل بکن؟ منم روزای فرد بخوام قربونت باشم. ای خدا من چه کار کنم از دست اینا؟ خب اما داره کلنگ و گورتون به گوش میرسه، این بچه بازیه که از خود خجالت بکش پیر مرده جل از سن و سالتون خجالت کشتن من اینا. اجازه بدید یه لحظه اجازه بدید من الان مشکل حل میکنم. ببخشید سردو جم، شما شماره شناسنامه چیه؟ شناسنامه 88. بسیار خوب، شما روزهای زوج هستین، مال شما چنده؟ 0912-777-777-777. ببخشید این شماره شناسنامه شماست با 0 شروع میشه؟ البته به جان کیانوش بخوام از دنیاش نباشه، چون راند بود گرونم خریدم. عرضم به حضورتون که بسیار خوب، نه خوشبختانه اینم چون با فرد هستش، شما هم روزهای فرد در واقع بخشدار هستین. خب به سلامتی، شما روزهای زوج، شما روزهای فرد. امیدواریم که در خدمت رسانی به مردم محترم برره بتونین هم با هم رقابت سالمی داشته باشین، همین که به مردم کمک کنین. روزای جمعه هم که تعطیل هستش، کف برو تو کارش آقا نشسته. گوش کن سردار خان، امروز یک شنبه بید، من بخشدار میدم، اگه پات وزنی اون طرف قلم پاتو خود واکنه. حالا خان فرداشم دوشنبه است، اگه شما بیای توی بخشداری قدم بذاری اون وقت من میدونم و شما حالا باید روی چیکار کنیم؟ اگر یک گلوله دیگه پیدا بکنی من میذارم تو، شلیک میکنم به جفت اینا که بشریت از شر این دوتا نکبت من نجات بدم. من نبدم، اگه برداشتم از خدا هم بیل که یکی از اینه و خود و هم میره خود پشت در جلو چشم من گم شد درید بیرون خرید بیرون را درد شما بخشتر اینجوری رفتار نبکن. خشم بیرون خود تا پاش بر گم شد بیرون، ای که سنگ قبل تو رو خود بر خوش نویسی میکنم با خط نسته سلط. خانوم آقایون، هرکی هرچی میخواد بخره ها، هرکی هم نخود داره بزره بالا، چون اگه برف بیاد جاده بسته بشه یه هفته ای نمیتونم بیام. خدا ارزونش کردم هر آقا چه؟ اینو بخر، خیلی به شما باید بخرش. سالار خان، اون آخری مد بوتیکای پاریس ها مسافر آورده، دست رو خوب چیزی گذاشتی؟ دست رو خوب چیزی گذاشتی؟ نبکنم که
بدید آخری. سردار خان به شما خیلی بیاد بردان. شادونه بردان زود حساب کن، برای من کار داشته بیدم. مثل بعضیا علاف و بیکار نبیدم، کلی کار تو بخشتامی داشته بیدم. سالار خان پول نمیخوام، باید نخود بدیم. میشه دو تا کیسه نخود به دردم میخوره، پول به دردم نمیخوره. خب ما نخود نداریم، باقالی برات بیاوردم. باقالی میخوام چیکار کنم؟ تهرون پر باقالیه. نخود دو تا کیسه اگه نداریم پس بذاریم زمین. این چند تا کیسه رنگ‌بندی هم داره ها؟ میگم آخرین مد بوتیکای پاریسه، اگه اندازه خودم بود ورش میداشتم. خیلی خوب چیزیه. چش حتما سرجوخه بیا با من. آقای بودی بازم به حساب باشه، مشکل نداره. نخاکت ساکت نمیرم ساکت. چی کار داری میکنی اینجا؟ مگه کوری نمیدونم جنس میفروشم؟ خیلی بی جا میکنی. مگه هرکی هرکیه که بیای اینجا جنس بفروشی الکی؟ مگه تو چی کاره ای اصلا حالا اومدی؟ من از طغرل خان اجازه دارم. بله؟ بله. آقای کلی حواست باشه، ایشون نماینده بخشداری هستن، مواظب حرف زدنت باش. اصلا با بخشداری چی کار دارم؟ مگه نمیفهمی؟ میگم من طغرل مجوز دارم. خیلی هم رب داره به بخشداری، الکی شلوغش نکن. اینجا سد معبر کردی، مزاحم حقوق شهروندی شدی. سرجوخه بله، این یارو خیکیه رو با وسط جمع کن بیار بخشداری. خب خانم ها آقایون، هر کی هر چی خریده همین الان میذاره سر جاش. پولا پولا پس بگیره. یعنی چی؟ ساعت معبر یعنی چی؟ سر کنم ساعت معبر چه؟ من گوشه دارم کاسبی میکنم، این همه را خب یه رد چی میگه؟ سردار جون ببخشید قربان برم، کاپشن رو به سر جاش شو ساعت معبر کرده. هر کی هر چی خریده به سر جاش. بذارید بذارید بذارید. من نمیخوام بحث کنم، چه رفتی داره؟ بیا برید آقا، برید پی کارتون. تر میگفتین چشمتون این کاپشنو گرفته، تقدیم میکردم، این همه دیگه جارو جنجال نداشت. حرف موف از خود در و نکن، ما وگفتیم تو تقدیم نوک کردی جیگر. بله اولندش که مسئله کاپشن تموم شد، نگاه کن چقدر برازنده این ببری جانه. دومندش الان مسئله صد معبر کردن جنابالیه. آقا به روی چشم شما دستور بدین من کجا بساط کنم. شیر فرهاد شما یه چیزی بگو بابا، ناسلامتی شما رفیق مایی. ودانی مسئله چیه؟ چیه؟ نه ودانی، یه بخشنامه یه خودمان دروه کردیم که صد معبر پیشش هیچ میده. یه کاری که نوتانی تو براره دیگه جنس خرید و فروش بکنی. حالا این بخشنامه جدید چی هست؟ آیا بخانم بخان. به منظور جلوگیری از خروج بی رویه یه نخود و همچنین برای نجات اقتصاد برره از تک محصولی و شدن، از امروز به بعد هر کیسه نخود در ازای خرید یک کیسه پاچه باقلا به فروش برسن. پاچه باقلا به 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 باری کلا شیر فرهاد آفر. این همون بخشنامه غیر مستقیمی بود که من گفتم. آفرین قربونت بشم، این بخشنامه رو تنهایی از خود در بکردی؟ آی موضوعش من و گفتم او وقت این لیلون که سیکل و داره اینا تنظیم کرده و نوشته. بابا من باقالی لازم ندارم، من خریدار نخودم، باقالی به چه دردم میخوره آخه؟ ها اینا را وخر همه را بریز دور به ما چه؟ اصلا میدونی چیشی فرها؟ من دیگه توی برره خرید و فروش نمی کنم، میرم یه دیگه نخود میخرم. آه یه وقت گوله هیکلت نخوری گونده بگا؟ حالا بعد میشه جیجونا تو هر چی که بهت میگن عینه هو بچه آدم سرتو میندازه پایین گوش میکنی. و بخشنامه‌ست در راست اینا که نی. این کارمند شماست، کارمند جدیدتونه این؟ من گادی بارد سالار خانم. چی گاردشونی؟ زهر مار ساکسیفون میزنه دیوونه، گادی باردش هم دیگه. ای بابو ای کلایی گفتی یعنی چه؟ لای من قربونت برم، ببری از من یعنی مراقبت از کشتر بخری، نه اینکه این سرداب خون من تشنه بید. یه جوری دنبال فرصت بید که از من انتقام بگیره. این بود که گفتم ببری از من محافظت از کشتر بکنه. گوش بگیر ببری، من مواظب ای بوا هستم، شما ورا ای بخشنامه را وده به کیانوش، تو روزنامش چاپ بکن، یه سری هم چاپ و کنید و زنید به در و دیوار مردم و فهمن که قضیه بخشنامه چیه. بیا بگی برای خب باشه، ولی مواظبش باشی. من مواظبم گادی با شیفر آدالا، من مرخصم.
بابا ده بیا یه امشب پیش ما بمون. برای چی باید امشب اینجا بمونم؟ آه گوش فکر ببین چه خوب، مردم باید بدونن که باقالی ها شانوه خرن که همراه نخود بفروشن به توی نوفهم. خب گوش فکر اینه که یکم به فکر مردم باش، همش به فکر منفعت خودتی زالوی اقتصادی. خیلی خوب، ببینید امروز کار شما اینه که میرین یه گزارشی تهیه میکنی از این طرح زوج و فرد شدن بخشدارها، ببینیم بازتابش در جامعه چی بوده. خب متوجه شدی؟ بازتاب چی بید؟ بازتاب یعنی نمیدونم. خب بازتاب چی بید؟ یعنی این که ببینین که نظر مردم چی، اصلا مردم راضی از این طرح یا نه. همین ها نه که یانوش، من با همه مردم مصاحبه و کردم. خب. اینا همه بقیه گفتن که اون روزای فردی که ای سالار خواه ای بخشدار بیده همه راضی بیدن، اون وقت اون روزای زوجی که یه شخص دیگه ای بخشدار بیده همه ناراضی بیدن، از خانه هاشون نویان بیرون از بس که دل خور بیدن. آقا کیانوش تو روز روشن داره دروغ بگوی؟ تو از صبح تا حالا با من بیدی، کی گزارش در بکردی از خوده؟ ها اینه اون موقعی که تو داشتی گل سر بخریدی. من گل نه آقا کیانوش دروغ بگوی، از همینجا معلوم شد من گل سر نخریده بیدم، یعنی خریده بیدم داشتم پس فردادم. بس دیگه اصلا خستم کردی، خسته شد مردم از بس کل کل کردین، جفتتون رو اخراج میکنم بهتون گفته باشم. نه آقا کیانوش، ببینی ببینی شما باید یه جوری روزهای ما رو تقسیم بکنی، یه روز زوج من و یا یه روز فرد سهرناز باید فهمدی اینجا سلام علیکم. ببین من هیچی نمیدونم کیانوش خان، این بخشنامه جدیده که شیرفراد گفته که تو چاپ کنی تو روزنامه‌ات و بعدش هم یه چند تا بزنی که من بچسبونم به در دیوار رو کاغذ. خب جون تو قضیه خیلی مهمه، یعنی در رابطه با اقتصاد نمیدونم چی چیه نخود. به دلیل خروج بی‌رویه نخود برای نجات اقتصاد برره، هر کیسه نخود در ازای یک کیسه پاچه باقالا قابل فروش. پاچه باقالا دیگه چیه؟ هاینه بای من امسال دوراندیشی بکرده، این دوتا از زمیناش پاچه باقالا بکشه. دوراندیشی کردن پدرتون اون با شیر فرهاد خیلی موزی بید و فهمیدی، پس الان فهمیده میدم که واسه چی بگو و یا تو نوشتن بخش نمی مشارکت نکن. آقا دعاشو منو در بیاره، دعاشو مردم و وزای من براتون وگو هم. آقا کیانو ببینه اینا بخوا این پاچه باقاله های این باد کرده خودشون رو همینجور علکی آب وکنن. خب به خروجی بیدوی نخود و این حرفا اینا همه بهانه بید، من الان یه مطلب و نمیستم افشاگری بکنم. ببخشی چی کار بکنی؟ نه تو بی خود بکنی، اینه مزار فردا که باد بخش دار بشد افشاگری بکنی. من اصلا اینا رو نمیدونم. سهرناز خانم آبجیم گفتش که اگه دستت خالی شد یه توکپا بیا خونه که اون با باقالیا رو بکنش تو کیسه. تازه آقا کیانوش یه آگهیم برو که از امروز پاچه باقالای فرد الان تو کافه شبهای برره توزیع میشه. فعلا خدا حافظ. به سلامت. پاچه باقالای فرد الان خدا بادا تیزه نمیمونم، بادا ارزونش کردم پاچه باقالای فرد الان گونی چند بید؟ این قابلی نداره جونو دادا، به جون تو ده بده خیرشو ببینیم. یادونه برده برو کل فروشای نخود ما 15 تومن سود بده شه، 10 تومن بدیم پاچه باقاله که چه. این دستور بخشداریه، به من و تو هم رفتی نداره. جوجونه تو بعدم جلابت یه خیر و سلایی توشه. پاچه باقاله را کجا بایدی به این صورت؟ من این برنده هم پاچه باقاله را واسه تعریف میکنم از کجا بردن. این سردار خان واسه خودش یه مقدار واسه مصرف خودش کاشته بود که یه دفعه بعد از اینکه این بخشنامه اومد به من گفتش که چی ببری خان، گفتم جون جونو ببری خان، گفت اینا رو همه رو بکن تو کیسه ورده ور به بین اهالی تقسیم کن. ما هم روش آوردیم تو جون تو آوردیم تقسیم کنه بین شما. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه نخوداتو تو دستتون باد نکنه. بله وگو هم که بعد میخوان خدا از بزرگی کمش نمکنه، واقعا که بخشداری برا زندش میکنه. حالا عجله نکن، عجله نکن، یکی سم به من بده بابا رو عقب بده بلکن. وگو هم الان کلی وره، ما نخودامونو به کی بفروشی؟ نه ترس، من بهش گفتم امشب اینجا واسه تا صدور بخشنامه جدید امشب مهمون ماست. چجون تو آخه شیر فراد منو برای چی آوردی اینجا؟ مگه نگفتی امشب مهمون شما؟ ها ما و طغرل نو داریم اینجا هم این خانه خود ما بیدم، راحت و باش.
آفرین آفرین شیرفر، آدم با این ژاندارما باید رفیق باشه. میدونی چیه؟ همین خود من اما موقعی که زیرمیزی دادم و هیچ کاری به کارم دیگه ندارن. نه تنها کاری ندارن، با هم دیگه اینجوری هم شدیم. با اصلا گفتم امشب تو این ژاندارمری بخوابی امترم بیده، یه چند وقتی تو براره دوز دیده شده، ایجا امنم. ای بابا احسن به تو شیر فراد. ببین چه جوری هوای ما رو داری. ای رفیقم دیگه، ما رفیقیم دیگه. چه رفیق خوبی. چی عواز چی عواز، نصف شبی هم دست از سر کچل من بر نمیداری، چه میخوای؟ ها طغرل جان، امشب میخواستیم این مهمان عزیز ما اینجا و خوابه، یه دونه از او اتاقای یه تختت هم بشوده. یک تخته؟ اتاق یک تخته کدومه؟ مگه یه مسافر خونه هستا؟ ها اینم من و... گرفتم. ها ای حالا امشب اینجا خوش بگذرید. ها چیز دیبراره؟ من با اجازتون ورم. شما پول دادی شیر فرهاد، چرا زحمت کشی؟ شرمنده من تو نود رفیقیم. من خودم حساب میکردم، چرا زحمت کشی شیر فرهاد؟ دست درد نکنه دیبراره. بینجا ببینم. زهربار رکبت چرا میخندی؟ خودشون رو ترکیب تمام همه کنم سبیلت رو دوباره دیدارم. بیا ببر اینا اون، ببر اون اتاق سلول تک نفره یک تخته. نپاش نپاش بچوک، بریم تو اتاق. من آماده هست، من خستم، میخواستم استراحت کنم. برو استراحت کن. هم تک سلولی برو مردشون رو نکبت گندبک. از من اتاق یک تخت همی خواهد، یک تخت همی خواهد. من نودونم، من این حرف حالیم نوشه، باید یه جوری سردار خان حالشونو وگیری. خانوم شما امان بده، من چنون حالشو میگیرم که حس کنی. کی شما کی کی. شما تشریف ببر منزل، بذار ما به زندگیمون برسیم. سردار خان قربانت فرم، اجازه بده شخشم شد خانوم ومونه، برای که در حال وگری اصلا نظر نداشته بید، ایشون ومونه که نظر بده. آخه چه نظری بده جان نسان؟ ما یه بخشنامه صادر میکنیم، فروش پاچه باقالا ممنوع تمام. اصلا چه حرفیه شما میزنی سردار جان؟ مگه بخشنامه صادر کرده علکیه؟ مردم صداشون در میاد عزیز من، نمیشه همینجوری بخشنامه صادر کنیم. حرفی میزنی شما؟ تو حرف نبزن نفوذی آدم فروش، مطمئنن تو آدم اونا بیدی. چه حرفیه شما میزنی خانم؟ بنده بل نسبت شما مرده شورم، امروز ایشون بخش داره، بنده کارمندشم، فردا اونکی میاد من کارمندشم. من حرفم اینه که میرسه به گوش بخشداری مرکز، میان پدرمونو در میاد. ای بابا چقدر حرف بزنه، چقدر وزوز بخونه شب و ما فکر همه جاشو بکردیم، از دیروز تا الان داریم از خودو بنقشه در وقت. جان بسا این دکتر چی شد؟ اگر برای پرم ولجه که فرستادم دنبالش الان وقت. بفرمایید. سلام علیکم دکتر جان. سلام. سلام. دکتر جان ما که همیشه زحمتمون گردن شما، می‌خواستیم یک نظر کارشناسی بدی، یه مرضی رو این ورقه بزنی و بریم. نظر کارشناسی بدم؟ راجع به چی؟ آی دکتر، همطور که ودونی دیروز بخش داره دستور داده بید که صادرات نخود همراه با صادرات پاچه بقالا بشه. بله. من خودم هم خریده بودم. خب دکتر جکور ببخشید، من نبدونم شما ودونی یا نه که این پاچه بقالا مونوپول فردشون بید و خواستن جنسای باد کرده شون رو آوه کنن. ای نامردا، 20 اومدن منو تیغ وزدن. حالا دکتر جان شما باید یه گواهی بدی که این پاچه باقاله ها مریضی داره، آلوده است، به درد نمیخوره، غیر قابل استفاده است. ما هم یه بخشنامه صادر بکنیم و حالشونو بگیریم. راستش سردار خان من نوتونم، این کار خلاف اصول اتایی بید. جان سر جان، این درخواست وام تجهیزات پزشکی دکتر آماده است؟ بله، اتفاقا من خودم میخواستم که تقدیمشون بکنم. بخشدار تحصیل وکرده تا سقف 3000 تومان وام بده برای خرید تجهیزات پزشکی. ببین فرم کجا بید من امضا بکنم؟ مهر بزنم همین زیر اینو یه مهر میزنی و تمام. آره قولتون برکالله دکتر.
خب این باشه اینجا، من فردا میام برای تکمیل فرم و کارهای داریش. ببین آقای من، من فردا دیگه بخشدار نیستم. خب. من روزهای زوج در خدمتم. آره دکتر. بگویم که دکتر اگر خودتون تشریف ببرید میدون جلوی فروش پاچه باقالا رو وگیری، به طور اتوماتیک کار وامتون انجام بشه. رو چشم فعلا با اجازهتون شما مهرو فعلا کار خداحافظ. انجام بده، انجام بده. راست میگم سردار جون، شما که روزای فردم که بیکاری، بیا جلسه آموزشی برای شیطون بذار. شما هم آره میگم یالا بزنی بالا، هر کی پاچه باقاله داره بزنه بالا سریع تا که کارو انجام بده. میخوام برم حاصلت بخو نخور داشت دویدم، پاچه باقاله فقط یک کیسه داشت دویدم. نمیشه نمیشه، نخود نه، پاچه باقاله به ازای هر یک کیسه نخود یه دونه کیسه پاچه باقاله. بخشنامه بخشداریه. من پاچه باقاله گیرم نیومده، نخودمو برمیداری؟ عب نداره، بی خیالش میشم چون از همجنس خریدی. مشکل یالا فقط برده چون سرجوخه داره میاد. چطور عکس خالی داری؟ ها چیکار داری وقتی کلی گفتم دارم خرید میکنم، اگه بشه کارم انجام بدم برم براره پولمو گم کنم. آره ماشی اینا پاچه باقالاه. چطور مگه پاچه باقالاه؟ آره سرجوخه دستگیرش کن. مردی که پاچه باقالاه فروش میکنی چه این کارا چیه؟ این خرید فروش پاچه باقالا ممنوعه. نه بابا کجا بدونم؟ نه بعد این بخشنامه بخشداریه. بابا قضیه چیه؟ این بخشداری کی صادر شد آخه؟ همتون همینو بگوین وقتی دستگیر بشین. نه بدونم، نمیدونم. مرد حسابی الان 20 دقیقه است که دستورش برای ما تو بخشداری. بخشداری به ما گفته. ببره. نکنه. قضیه چی بی دکتر؟ چرا نذاری آخه ما معاملمونو بکنی؟ بابا خرید و فروش باقالا ممنوع بید. چون آنفولانزای پاچه باقالایی بداره. فهمیدی؟ بخشداری مرکز دستور بداده. اونا به ما بگفتن که اینا توقیف بید. حالا ما چی بکنیم آخه؟ خودمان رو چی بکنیم؟ شما برید از همونی که خریدین پولتون رو بگیرین. دوست نفرتون هم سر اینو بگیرین توقیف بید. ببریمش بخشداری. هر جور شده باید جلو این دو دستگی رو بگیریم. هر روز یه دستور جدید میدن، هر روز یه بخشنامه جدید میدن که بخشنامه این روز قبل رو نقض میکنه. باید جمعشون کنیم باشون صحبت کنیم اینطوری که نمیشه. ای کیانوش، خب این طرح خودت بید که اینا نوبتی بخشدار بشن. خودت نگفتی آسیاب به نوبت؟ مامان من گفتم آسیاب به نوبت، اینا زدن ساختمون آسیاب رو خراب کردن. آی نه، به نظر من که خیلی هم خوب بید. اینا یه چند وقتی بید که با هم پسر خاله بشده بیدن. حالا این نه زندگی تو برار از هیجان بیفتاده بید. اینجوری هیجانش بیشتره. خیلی خوب بشده، از سرگرمی باید پیدا بشده واسه من و بود. شما بچینیم فکر بکنیم که بخشنامه چی وریزیم که حال اینا رو بگیریم. هی خلاقی هم از خودمان در بکنیم. مامانم که ای منم امشب تو جلسه بیام. ای دوست تا تر داشته بیدم که خیلی خوبی. خیلی خوبی. اگه ترت خوب باشه بود به جایزه هم بده. از این درگیری ها لذت میبری نه؟ ها خیلی خوبی. حالا سب بکنی بهترم بشید. بذار من تر همه تصویب بکنم بعد بهت بگوام. شما بگم چی کارت برکنه سردار خان؟ آقا بفرماییم بیرون، بفرماییم بیرون، فردا بیاییم پولتون رو پس بگیریم. بفرماییم خب شلوغش نمکن. خاک و چوکم و شده ببری چه و شده صد سالار چه بیامده. جون تو هیچی نشده. ما نشسته بودیم تو کافه که یه دفعه دیدیم عینهو مور و ملخ یه جماعت ریختن رو سر ما که چه چیه پاچه باقالاتون ایراد داره، آلوده است. بعد پولا پولای ما رو برگردون. سردار جونم برگشت گفت بابا برید دنبال کارتون، خود روزیتون رو یه جای دیگه. سردار نبگو، من بگفتم حرفمو فصل در نکنه. گفتم برید دنبال کارتون. خب خیلی خب دیگه نمیخواد توضیح بدی. بس ببینم کی گفته که پاچه باقالا آلوده است؟ ای بابا بخشنامه، اون مردا بخشنامه صادر کردن. ای دایی ما تری ما گذاشتیم که این گادی بارده بو باشه. اینجوری ازش مراقبت نکردی؟
آخه دایی جون عزیز دل من، میدونی اونا چند نفر بودن؟ خب من یه نفری چجوری حریف این همه آدم میشم؟ حرفمو وسخ در بر نکن، این همش دیگران این کاپشنش بود که هی من با این جنگلو بنگلوش هی من پول وعده دادم این کاپشن خارجی وقتم نگاهش بدن. آخ آخ چرا اصلا کاپشن کمسو بشه؟ هازار خان گوش بگیر ببین چه بگم. فردا که نوبت تو بیت بخشنامه صادر بکنی که نخود بالا براره سم میبیده عنکبوتو بشه. نکنی این کارا رو، زشت، این درگیری ها بده. آخه من اگه جای شما بودم اینقدر خوب مونده بودم اما این کارا رو نمی کردم. ها نه تو نه وقت تو مسائل شخصی خانوادگی ما دخالت بکنی. واسه معلوم هست تو بخش من چه غلطی میکنی مدرس ما. هر روز سر بازار دارم بیارین اینجا. دیشب بسه که بهت خوش گذاشتم اونو لطنونم بردار رو چشت. ساعت ما گفتم جلو قاضی ملق بازی بردار اون جلو چشت. آخه به جون مادرم من اصلا بی اطلاع بودم، من گناهی ندارم، من اصلا این بخشنامه جدید اطلاعی ندارم. آخه دروغ وگو طغرل، من اینو وشناسم این کلن آدم ناراحتی بید، کلن آدمایی که به این شکل نباشن آدمای ناراحت و فکر خرابی بیدن. خرزوخان ها دقیقا همین شکلی بید، من وشناسم این آدم برو سر من کلا بخوای وزاریم برو. براره چرا اینقدر چرت و پرت میگی؟ چرا اینقدر؟ تا حالا من این همه وقت میام تو براره جنس میخرم جنس میفروشم کدوم دفعه کار دادم دست شما اون مشکل؟ کار یه بار وش، الان تو چهره پلید و منفور و منفور نمونشون ودادی. این داره توهین میکنه دیگه. بسه ببند حلقتا، تو هم حلقتا ببند. به هر حال شما امشب اینجا مهمان میباشی، ولی چون دفعه اولت میشه که کالای خلاف خریداری میکنی کارید ندارم این دفعه. یعنی منو میبخشین گذشت میکنی؟ محبت میکنی که گذشت میکنی؟ خیلی گرون میباشم. طغرل جان من فهمیدم البته چم میارزه، من چقدر بدم که اصلا براره برم؟ من نخود نمیخوام، چقدر بدم من آزاد چم و برم دیگه؟ من نخودم نخرم. شما 150 تومن بده آزاد شو برو پیکار. چشم این گوشش هم چک کنید ببینید گوشه داره یا نداره. اینا مشکل گوشه دارن همه. این 150 تومنه، یکی 50 تومنه بده دو تا دیگه نکبت. چشم قربان الان پاشو برو کن شاید جلو دیدگان من دیر شو. برو بیرون تا نرو نه تو رو کندمه. اینه هو خرزو خان بید، من اینو وشناسم این آدم و این آبا شلیک نوکنه اینقدر دیگه. چقدر وزنی آقا؟ وزن بیا پاشو برو، پاشو برو از جلو چشم من. نه همینجا وزن تکیبه. پاشو برو میگه تا نزدم. بنده خیلی خوشحال میباشم از این که دو بخشدار محترم کدیرت ها و کروپرت و بازی های خیش را کنار گذاشتم و دعوت من را برای مراسم آشتی کنان قبول فرمیدن. بله بله. طغرل جان مثلا که فراموش کردی بنده با طرفی صحبت کردم که راضی شدم. بله تو نوفهمی بزرگتر که حرف میزنه، تو باید بشینی گوش بگیری. این نوفهمم. شما میفرمودین بله. البته تمام مشکلات از این طرح زوج و فرد کردن بخشداران محترم شروع شد که باعث بروز تبصره های جور با جور و سرپلنگ شد و اقتصاد برره را مختل کرد و صادرات نخود همه را مختل نمید از برره که خارج بشه. راست وگوه، راست وگوه، خدا الهی ازشون نبگذره. ای و میری کیانوش که همیشه باعث سرشکستگی ما وشی. ای خیلی ببخشینا آیون بخشدارا، قرار جنگ تن به تن گذاشته بودن، ما گفتیم زوج و فردش کنیم خون و خون ریزی نشه. عجب آدمایی هستیم. حالا دیگه تمام بش بکن، آبرومانه بردی. حالا دیگه هرچی بیده تموم بشده و رفته، از خودتون انرژی های اشغولانه در بکنید روی همدیگر و بوسی. بابا خواهش بکنم. بله در این لحظه مراسم آشتی کنن شروع میشه. ببوسین هم دیگر. خب ببوسین از اون ور خب ببوسین هم دیگر از ور کنار قربونت باش. البته بنده باید توضیح بدم که این بخشنامه‌ای که از خودم در وقت کردم اصلا قصد توهینی به بخشنامه سردار خان نبیده جیگر. سالار جان منم اگه بخشنامه ای صادر کردم بیشتر هدفم قانونمند کردن آن اقتصاد نخود برره بود. قصد توهین نداشتم به شده.
البته ببخشید که فرمایشات پرنقض و متنتن شما رو قطع میکنم. اهالی تو میدون جمع شدن منتظر در واقع دستور جناب آلو هستن که ببینن نخود رو بدن به آقای کلی یا ندن، یا پولشو بگیرن یا نگیرن. آقا کیانوش، این جمعه دوره هم هستیم دیگه، هر دو کارو نبزنید، کار باشه برای فردا. الان مراسم آشتی کنید. بفرمایید میوه بفرمایید. بفرمایید. شما آقای سردار، شما که پسر درس خونده میباشه، الان هم که تو شهر رفته کار میکنم، با چه نخودا رو نمیفرستی او بفروشه؟ چرا ای به فکر خود من نرسیده بود؟ راست میگه، حتما باید این کارو بکنم. راست فکره، ای کلی الان داره از ما بزخری وکنه، چرا خودمون رو خودمونو صادر نوکنیم شما؟ من فکرم که کیوون من استعداد تجارتش حس نداشته بیتون. اون که صد در صد، بله این کلی میره و خدا میمونه رو دستتون، من گفته باشم. وگوام که ما خودمون ای صادرات واردات را وندازیم، بعد هی صادر و کنیم، هی پولشو فرتی وزاریم جیب خودمون. آشی فهد اینو هستم، ولی یه موزی بازی از خودمون در بکنیم، اول خدا رو بخریم بعد به بقیه بگوییم. ولی من میگم که این کلی اگر بره تا زمستون دیگه بر نمیگرده، نخودام زیر بارون مونده تو میدون، یه فکری به حال نخودا. تو چرا اینقدر نگران کلی بیدی؟ کمیسیون به تو بده، درصد و گیری ازش. هایی همینه. درصد و گیری درصد و گیری درصد و گیری